اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. باری هزار سال چشم انتظار گودو با یک کلاه و یک کت در زیر ماهتاب می ایستد، انگار گودو معنای زندگی است. باری خدا و خالق منان آن روزهای دور در عصر دلگرفته تهران، یک انجمن در شاهراه شهر، جمعی جوان با دوستان چپ به تماشا نشستند. داوود پرویز و قصه قدیمی همراه انتظار در سرزمین گودو. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 14 می‌ماه 25 اردیبهشت به شما سلام میکنم. یه بعد از ظهر اوائل تابستان بود، سال دوم دانشکده حقوق بودم. خب عاشق این جلسات و انجمن و شب شعر و فیلم و تئاتر و غیره. گفتن که در انجمن ایران امریکا در انتظار گودو ساموئل بکت به نمایش آمده است. رفتیم. این چهره نازنین منتظر گودو همینجوری تو این کله و ذهن ما موند. بعدن باش زندگی کردیم. سریال ساخت، برنامه درست کرد، تو تلویزیون بود. یه روز بعد از ظهر دوستی منو دعوت کرد به دفترش، منصور پاکنشان، زنده یاد. خواهرش همکار من بود تو رادیو. رفتیم در خیابون کاخ، حالا فلسطین فعلی، حالا هم همچه فلسطین نیست. رفتیم اونجا و در طبقه سوم یا دوم، منصور پاکنشان از من استقبال کرد. آقای پرتوی مدیر عامل اون شرکت، شرکت میدیا، ایشون هم اومد با من گفتگو کرد. قرار شد بنده رو اونجا هفته یک بار روزهای پنجشنبه برم اونجا به 2-3 ساعتی براشون عنوانای آگهی ها رو درست کنم. بانک تهران امین مردم ایران از این مایه ها، بانک ایران و هلند رو داشتن و خیلی های دیگه، 5,000 تومان هم به این بدن که خیلی پول بود در اون زمان. خب من در تلویزیون و روزنامه اطلاعات و همه بساط این ورا هم سر جاش بود، ولی خب 5,000 تومان هم خیلی بود. بعد به ما گفتن آقا در طبقه بالای اینجا میدیایی هست که کار تلویزیون و سینما و اینا میکنه. کی؟ پرویز کاردان. به 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 به، این گودوه رو بالاخره ما پیداش کردیم. حالا تو تلویزیون از کنار هم رد می شدیم، تو رادیو یا تو جای دیگه، ولی حالا پیداش کردم دیگه. خیلی جالب بود. گاهی پنجشنبه که اومدن با هم سینه به سینه برخورد می کردیم. بعد یه وقتی هم منصور ما رو می برد یه کافه بود توی تخت جمشید، می شستیم مغز و زبان رو می کوبید و به اضافه می ناب. پرویز کاردان امروز مهمان منه تو برنامه من، او که همیشه میزبانه. درود به شما و بسیار ممنونم از محبتت علیرضای عزیز، دکتر مهربان، که یادی کردی از اون دوران و این نمایشنامه معروف چشم به راه یا در انتظار گودو که مثل این که هنوز هم در انتظار گودو هستیم.
اون موقع هم که اوایل صحبت از انقلاب میشد و اینها، همه فکر میکردن که گودوی خواهد آمد، گودوی که نجات بده، گودوی که شاید راه بهتری برای مردم ایران داشته باشه، شاید بوی دموکراسی رو بیشتر مردم به مشامشون برسه. و گودو و خیلی ها فکر میکردن که شاید آقای خمینی که میاد اون گودو باشه، اون شخصی باشه که همیشه فکر میکردن از راه میاد. البته خیلی ها میگفتن که او گاندی زمان است. عجیبه. و چه گاندی از آب در اومد امیدوارم که اولا قبل از این که صحبت بکنیم، من یک تجلیلی داشته باشم از شما برای این شعرهایی که در آغاز برنامه میخونین و من شاهدم که همینجا سروده میشه. یعنی میتونم دیگه مطمئن بگم، برای که کاغذ سپیدی بود و قلمی بود و شما شعر رو گفتین و اینها. در اون موقع ها ما یک آقایی داشتیم به نام صحبا که فلبداه شعر میگفت، فرقی نمیکرد، هر مجلسی بود، حتی عزا بود، عروسی بود، جایی بود، فلبداه صحبا متهم تایپ شده است. آره بود. ولی یک دفعه که از دوستان پدر من بود و آمد، یک دفعه من اونجا دید، یک شعری سرود که این بود که پدر کاردان و پسر کاردان. بقیهش رو یادم نیست. ولی اصولا از شوخی که بگذاریم، و باید اقرار بکنیم که شعر در ادبیات ما، در زندگی ما، در همه چیز نقش اساسی داره. الان داشتم برنامه‌مو انجام میدادم، یک دفعه خیلی از مسائل رو طنز بهش نگاه میکنم، ولی دیدم که صحبت از باز فردوسیه. یک عکسای پیدا کردم که مردم سفره هفت سینشون رو رفتن در مقبره فردوسی گذاشتن. خیلی یا اونجا میگذارن یا میرن کنار حافظ یا میان کوروش. کوروش و سفره هفت سینی که دیگه هیچ چیزی نمیشه جز ایرانی بودن بهش. چی شده؟ اتفاقی که افتاده اینه که ماها بعد از انقلاب هویت ملی خودمون رو پیدا کردیم. متاسفانه تا قبل از انقلاب واقعا حواسمون نبود. یعنی نه ببینید، کمتر ممکن بود شما اینو به سینت بزنی، من اینو بزنم. میدونی میخوام بگم این خاصه همه هست، ما هم هستیم جزوش. این توجهی که به این، شما شیرازی هستی، بنابراین پرسپولیس و تخشمشو مشهد مرغاب جزی از زندگی تیم، ولی واقعا مثلا بخواهم چند تا از هموطنان ما در خراسان یا جلفا یا دشت مقان اینا انقدر توجه به پرسپولیس داشتم. مظلوم اینه الان یه دفعه انگار ماها خودو پیدا کردیم. داستان دوران بعد از اشغال ایران، در هر حمله ای از عرب ها که اومدن، بعد ترکان غزنوی و قز و آسیای میانه و بعد مغول ها و تیموریان و غیره، بعد از هر مدتی ما یه دفعه اون احساس ملیمون زنده میشه. و به نظر من رژیم جمهوری اسلامی که اومد آنقدر اینا ضد ملی بودن که تازه مردم متوجه شدن. جنگ ایران و عراق یه عاملی شد، حداقل در اون دو سال اولش، که مردم بدونن وطن یعنی چی. از دست عربای ایران بیشترین مقاومت در برابر صدام کردن. همینطور کردای ما، در حالی که بهشون ظلم میشد و بیشتر از همه بهشون ظلم میشد، همیشه آذربایجان ما در برابر ترکان عثمانی ایستاده، بلوچای ما همینطور. منظورم اینه که اقوام ایرانی هم باز هویت خودشون رو بازیافتن، متوجه شدن که ماها همه در کنار هم یک ملت واحد هستیم. کاملا صحیح. این خیلی اینو می‌خواستم ازت بپرسم. جونم. اون زمان خیلی جوان بودی. این داستان در انتظار گودو و محول شدن اجراش به شما داوود رشتی، این داستانش چی بود؟ از کجا آغاز شد؟ چی شد انتخاب شدی؟ ببینید اولا تو کارمند اداره تئاتر بودیم. من تو موقع اداره تئاترم بودیم و اون موقع اصلا ساموئل بکت به عنوان تئاتر پوچی و یک نوپرداز در دنیا معروف شده بود و نمایشنامه در انتظار گودو دو سه تا ترجمه تو ایران شده بود و یک آقایی هم ترجمه کرده بود اسمش بود در انتظار خودو، که البته این گودو اصلا مقصود خودو یا خدا یا چیز دیگه نیست، مقصود همونه که همه در انتظارشیم. حالا این میتونه همه چی باشه و این اجراهای متعدد اینو معروف کرده بود.
اول بیشتر از همه پرویز صیاد چیز کرد، اینو آورد و گفت بیایم کار کنیم. خب و داوود رشیدی هم اون موقع از فرانسه آمده بود و اونم آشنایی داشت با در انتظار گودو. منم یک نقش لاکی یا لوکی که در این چشم به راه گودو بود همیشه عاشقش بودم، برای اینکه من اون موقع بسیار لاغر بودم و این یک انسان تکیده ایست که نماینده انسان مستضعفانه. آره آره، و تنابی به گردن داره و اون آدم پولدار اینو میکشه و این چمدون رو باید حمل بکنه بیاد. اجازه بدین بگم که یک اجراش رو مدتی پیش اتفاقا در لس آنجلس دیدیم. عجب. آره آره، و خانم من یک گروهی از نیویورک آمده بودن یک اجرای آمریکاییش رو در این آمریکایی رو دیدیم و خانم من هیچ وقت ندیده بود این اجرای منو و بعد اونجا گفت بیام ببینم این نقشی که اینقدر ازش صحبت میکنی چیه. بعد اینقدر زیبا بود اجرای این اونجا و من بی اختیار گریه کردم. اشکی که من ریختم نه برای ساموئل بکت بود نه برای گودو، برای اون چیزی که گم کردیم، اون گذشته‌ای که گم کردیم، اون عشقی که به تئاتر داشتیم و عشقی به نوآوری و عشقی به فرهنگ تئاتر در سراسر جهان داشتیم و تازه در ایران نویسندگان نمایش نامه داشتن میاد، گوهر مراد یا دکتر ساعدی عزیز، و نمایش نامه ها تازه داشت گل میکرد. و الان که ببخشید من زیادی صحبت میکنم، الان که میرم با برای بچه های امروز تئاتر صحبت میکنم چنان فشاری روشونه. بله. نمایشنامه ها رو در موقع اجرا خورد و خمیر میکنه به خاطر نه حتی خورد و خمیرش کردن، همه کاراش کردن به خاطر یک کلاگیس یا به خاطر لباس خانم یا به خاطر یک آهنگ، کاری رو که ماها اینها تمرین کردن آمدن. بله ببخشید. نه نه واقعا برای من اون زمان یادمه در انتظار گودو خب خیلی کار با ارزش بود، یعنی همه ما بلند شدیم با عشق دست دادیم هم اون جمع جوانای اون زمان که تو مطبوعاتم بودیم، بعد من رفتم راجبش نوشتم، خیلی برام جالب بود. بعد کاردان مدتی حالا در صحنه تئاتر هست ولی پایدار نمونه تو تئاتر. در واقع به نظر من سریال کاردان از تئاتر میدوزه. این تحول چجوری صورت گرفت؟ ببینید اولا سریال که قبل از این در ایران حتی قبل از این که تلویزیون بیاد پاورقی بود، این پاورقی ها همون سریال هایی بود بله، که بعدها آمدن و دکتر صددین الهی عزیزم، حسین قلی مستعان، حسین قلی مستعان و غیره و بسیاری بودن و بسیاری از کسانی که مجله میخوندن به خاطر پاورقی ها بود. نمیخوام بگم مجله جای دیگه پاورقی ها. یعنی صف میکشیدن تا روز جمعه مثلا تهران مصور برسه بیاد و همینطور و تمام نشریات یه جور پاورقی داشتن. دکتر الهی 5 تا پاورقی همزمان در آن واحد و میدونم و برای من سریال مرد اول رو نوشت که بله که داستانی از روی کار آمدن رضا شاه بود در اون موقع و اینها و بازیگراش متاسفانه خیلی هاشون الان در قید حیات نیستن و از خود قسمت هاشم که در آرشیو رادیو تلویزیونه متاسفانه خودم هم ندارم، برای که اون موقع به صورت فیلم 16 میلیمتری بود و ما میدادیم به آرشیو و اون موقع تو آرشیو قرار نبود انقلاب بشه آقا، یعنی قرار نبود که ما فکر اینا رو نکرده بودیم. حالا جمع میکنیم میگیم شاید برگشتیم شاید اتفاق، ولی اون موقع هر موقع ما میخواستیم به آرشیو مراجعه میکردیم و میگرفتیم و نگاه میکردیم کاراشو میکردیم و هیچ به فکرمون نرسیده بود که مثلا کپی فیلم رو ما داشته باشیم و اینها. بله خب میگفتی بعد سریالو
سریال با آغاز تلویزیون ملی ایران، اولا قبل از اون من رفته بودم به انگلیس برای که یه دوره یک ساله بود برای کارهای تلویزیونی داشتم و یه مدرسه تلویزیونی هم رفته بودم و اونجا همیشه علاقه به سریال داشتم. اونجا سه قسمت یک سریالی نوشتم به اسم سرکار استوار. خب و وقتی که برگشتم تلویزیون ملی هنوز آغاز نشده بود و من با آقای دکتر کامبیز محمودی که اون موقع بود گفتم من یک سریال دارم. گفت تو ایران نمیشه سریال ساخت، کارش خیلی مشکله و اینا. گفتیم خیلی خوب. تا اینکه برخورد کردیم به تلویزیون ملی ایران و بر بچه های اونجا و تازه میخواست افتتاح بشه، من گفتم که این سریال رو دارم. گفتن هنوز دوربین و اینا نیومده. قرار شد که من قسمت اولش رو فیلم بکنم، فیلم 35 میلیمتری. خب بازیگراش یعنی برنامه نیم ساعته رو بکنم؟ نه یک ساعت، یک ساعت. بود 50 دقیقه بود و برای بچه ها رو انتخاب کردم. من آقای همایون رو خود انتخاب همایون رو قبلا انتخاب کردیم. آها. و بعد صیاد، جالبه صیاد یه نقش یک روستایی شیرینی بود که اینو به صیاد دادیم و تبدیلش رو به صمد خودش با کوشش کرد، ولی از اونجا همیشه هم خیلی ممنونم ازش، میگه از اون قسمت سریال که اسمش بود صندوقچه اشرفی، هم اسم خود سریال بود سرکار استوار، هر قسمت یه اسمی داشت صندوقچه اشرفی. و یک جالب این که یک نفر اون تو برای من بازی کرد، اسمش علی حاتمی بود. شاید تنها بازی که کرده نمیدونم، بعدها من یکی دوتا نمایشنامه‌شم اجرا کردم، آدم و حوا و غیره برای تلویزیون. اینو آوردیم و این تقریبا اولین سریال شد. البته کارهای دیگه هم انجام میدادن در تلویزیون مرحوم ثابت. به این دقت یا به این جدی نبود، ولی کارهایی رو میکردن که چند هفته پشت سر هم نمایش بوده اینا. ولی کار شما تو سرکار استوار واقعا یونیک بود. به به هر حال دیگه بعد دیگه سرکار استوار آمد که یک هفته من مینوشتم، یک هفته منصور پورمند، یک هفته پرویز صیاد و پنج سال ادامه داشت. و در همون موقع هم سریال های دیگه ساختیم، یعنی من یه سریال ساختم که به اسم امیر ارسلان که یک طنزی بود روی قصه امیر ارسلان که صیاد رول امیر ارسلان بازی میکرد، خانم آپیک رول فرخ لقا بازی میکردن. و در همون جا یک دفعه یک دختر خانمی که باید بازی میکرد نیامد و همراه خانم آپیک دخترش بود، مری بود. آپیک دختر من نبود بازی کنه، من گفتم رفتم به مری گفتم میخوای بازی کنه، گفت آره. و از اونجا آغاز شد که مری آمد. بله. و به هر حال و اما از وقتی که آمدم به انگلیس، اینو میخوام نمیخوام به این سرعت عبور کنی چون برای من لحظاتی از دیرگاهی هم صحبت نکردی، میخوام راجبه صحبت بشه. ببین سرکار استوار به اعتقاد من برای اولین بار دوربین رو به روستا برد بدون اینکه دختر روستایی رو شهریه گول بزنه بیاد ببره به شهر نو بفروشه. نه، زندگی اون مردم، دعواهاشون، درگیریاشون، اینو من توی دوربین و به اعتقاد من خیلی کار جسورانه و مدرنی بود به جهت اینکه دوربین ما تو روستا نمیرفت. اگه تو روستا میرفت برای اینکه مثلا پسر و دختره برن یه چرخی تو کوه بزنن بیا. بعد از اونجا شما درست یه چرخ 180 درجه میزنی، میای تو شهر، دوربینت میره تو خانواده. حالا همسفر بود مال شما؟ نه، یک سریالی داشتی که خانه به دوش داشتی. خانه به دوش، بله، خانه به دوش بود. آدم کاغذی بود. بله، آدم کاغذی دو به علاوه دو بود. و خانه به دوشت خیلی خیلی گرفت. چه مدت اونو کار کردی و چه کسایی باید کار میکردن برای خانه بدوش؟ اولا چون صحبت از خانه بدوش که مردم بیشتر به نام مراد برقی قهرمانش میشناسنش، اجازه بدید یادی بکنم از
نویسندش احمد بهبهانی که متاسفانه دیگه بین ما نیست و انسان بسیار خوبی بود و از یک خانواده مذهبی و بسیار روشن فکر. خود پدرش هم با وجود که عبایی داشت و شاعر و اینها و یادی بکنم و بازیگراش بسیاری از همایون عبدالعلی همایون که رول خود استوار رو بازی میکرد و اینقدر به این رول علاقه مند شده بود که گاهی اوقات در مراسمی که بود مثل ختم و غیره و اینا با همون لباس استواری میامد بهش میمد آره و اون تیکل و فلانی حرف و بسیاری بازیگران دیگهی که اونجا بودن که متاسفانه بسیارشون الان در قید حیات نیستن و قصه قشنگی بود اون سوژه و اون ماشین و اون اصلا کلش بله. آهنگ ستار و اصلا همه اینا ستار هم اولین بار برای خوانندگی اون آهنگ رو خوند بله. و ایرج جنتی عطایی شعرشو گفته بود که ما اون موقع جزو ترانه سراهای بسیار خوبی بودن و ترانه سرایی هم اهمیت و عزت ویژه‌ای داشت. ببخشید امیدوارم خواننده از دست من ناراحت نشه. نه آخه الان شما میبینید چه چیزایی به اسم ترانه میاد متاسفانه و به هر حال مردم با اون سریال ها سرگرم می شدن. الان متاسفانه می بینم که مثلا برای یک سرگرمی کوچیک که بچه ها در مدرسه یک ترانه ای رو با هم دیگه خوندن چه بساطی رو درست کردن. پویز جان یه سریالی مثل خانه به دوش چقدر هزینه برمی داشت؟ چقدر هزینه داشت؟ شاید باورتون نشه چون میخوام رقمای حالا رو بهت بگم ولی چه خبره اصلا میدونم. اولا اون موقع که ما سریال آغاز کردیم چون ما تهیه میکردیم و میدیدیم میدادیم به تلویزیون دقیقه میگرفتیم نه کلا میگرفتیم هیچ وقت ما دقیقه کار نکردیم نه همه جا میگن دقیقه نه بعد بابت نوشتن کارگردانی هنرپیشه ها و تمام کارهایی که انجام میشد 5000 تومان تلویزیون به ما میداد. بله. بعدها که یعنی این برای 50 دقیقه سریال؟ بله. بعدها که این تلویزیون این برنامه مورد توجه خیلی ها قرار گرفت از جمله شخص شهبانو و خود شاه برای اینکه میشستن نگاه میکردن شد 11000 تومان برای اینکه بیشتر بدن. و اون موقع رقم بدی نبود دلار 7 تومن بود ببخشید یعنی شما 44000 تومن میگفتید در ماه برای 4 حلقه سریال تو میدید بله با تمام کارهاش شما الان میدونید ثانیه ای دیگر دقیقه هم گذاشته ثانیه ای چقدر میگیرن توی دارد؟ خیلی بالاست میدونم اصلا ارقام وحشت داره البته بعدها که سریال مثلا مرد اول که چون فیلم بود و اینا رقم های خیلی بالاتری بعدم اون موقع بودجه تلویزیون مرد اول در موقعی آمد که وضع مالی مملکت بسیار بهتر شد بله. و همه چیز قیمت چند حلقه مرد اول چند 26 قسمت بود یعنی به پایانش رسیدی بله همه رو آخرین کاری کردی چی بود آخرین کاری که داشتم به اسم دو به علاوه دو و بعدش هم در آخرین برنامه یک سریال یه مجموعه ساختم به اسم تابستان که میرفتیم به محلهایی که مردم تابستان میرن و قصه‌ای پیاده میکردیم اونها و دو به علاوه دو هم ترانه های انتقادی داشت که آقای اسماعیلی خیلی بله. از اشعارشون میگه محمد تقی اسماعیلی بله. و بسیاری کارهای دیگه من شاید روی هم رفته بالای 1000 خورده ساعت کار کرده باشم برای تلویزیون ملی ایران و اون همه خاطرات اون همه تصاویر اون همه تصویرها اون همه فریم ها رو گذاشتی و اومدی بله ما خیلی چیزا رو گذاشتیم کی اومدی؟ من 2 ماه بعد از انقلاب چرا؟ اولا یک ملاقاتی من با قطبزاده داشتم که فهمیدم باید بیام و من صدا کرد که شما که پدرت آدم مؤمنی بوده بود پدر من آخوند نبود ولی وکیل بود و به هر حال جزو
دراویش بالا بگذاریم، شما بیا باز با ما همکاری کن. و اینقدر رفتارش بد بود که من هم موقع تصمیم گرفتم برم. اما در بعضی نقاط این انقلابیون از اسم من نوشته بودن و یک آخوندی آمد جلو دوربین و اعلام کرد که این سریال خانه بدوش مردم رو سرگرم میکرد که به مجلس به مسجد نرن و برای همین خونش لازمه بشه. البته حرفی بود اینا. به هر حال تصمیم گرفتیم که از ایران خارج شیم، برای که احساس کردم که مملکت دست آدم درست نبود. ببخشید. و اومدی لندن. خیلی جالب براتون بگم، در لندن پرویز عزیز به اتفاق یکی از دوستان دیگه‌مون که الان از گزارشگران و گویندگان سرشناس رادیو فرداست، حسین قویمی، یک دفتری داشتن برای تولید و تکثیر و انتشار نوارهای کاست. حالا اگر یه درنگ کوتاهی بکنیم بریم با فرامرز جان اصلانی تأملی بکنیم، برگردیم این فصل از زندگی پرویز رو هم با هم مرور خواهیم. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم. خب پرویز جان، میگفتم مرحله لندن دوره اول چی شد؟ در اندیشه این کار افتاد، خیلی هم جالب بود. اولا از آقای قویمی صحبت کردیم که دوست خوب من که الان در رادیو فرداست، فرهنگ قویمی اسمش گذاشته، ولی ایشون بازیگر تئاتر بود در نمایشنامه محاکمه ایرج میرزا مال دکتر الهی که برای من فرستاد و من جلوی صحنه آوردم و توی فرانسه و آلمان و لندن و اینها اجرا کردیم. اما برای در همون سالها بود که تکثیر نوار کاست یک کار خوبی بود که میشد انجام داد و اینها، و بعد من یه تشکیلاتی درست کردم که نوارهای ایرانی رو اسمش بود یادم رفته، شهر فرنگ بود که بعدها یک نشریه منتشر کردم، مجله به نام شهر فرنگ. ولی کار تئاتر رو دنبال کردم و محاکمه ایرج میرزا یک کار بسیار موفقی بود و همین آقای قویمی درش بازی میکرد، من خودم بازی میکردم و زندیات فروهر کامران فروهان به فروهر عزیز ما، کامران که برادر لیلا ما بود، بله ایرج میرزا رو بازی میکرد و بسیاری بازیگران. بعدها یک نمایشنامه دیگه آوردم که خودم نوشتم به اسم تهران آه تهران که راجب این بود. بعد یک نمایشنامه نوشتم دو نفره به نام هفت رنگ که با شهره آقداشلو با هم بازی کردیم و با همون نمایشنامه هفت رنگ من و شهره به آمریکا آمدیم. همیشه میگن آمریکا هر کسی آمدنش دست خودشه، رفتنش دست خدا. و شهره اینجا موند و اونم دنبال کرد. امروز از بازیگران خوب جالب براتون بگم، پرویز قبل از اینکه لندن بیاد یه مهمونی گودبای پارتی گرفت، یه خونه قشنگی داشت، شب رفتیم اونجا، یه کاست روی چیز بود و مرتب بازی. من همیشه دقت کردم این چیه، منو منقلب کرده اصلا، من نمیتونم. اندک اندک جمع مستان میرسد، یا آدمی که اسمش هم نمیشناختم، شهرام. پرویز متوجه حال من شد، یعنی دید که من منقلبم با یاهن. شب که میخواستیم بیام روبوسی کنیم، خداحافظی کنیم، این کاست رو به من داد و گفت این یادگاری. و من با این کاست چها کردم، توی ماشینم میشستم اینو میذاشتم و زار میزدم، یعنی حالتهای عجیب غریب با این کاست داشتم. در حال ممنونم اون یادگاری از دارم. خواهش میکنم. یکی از کارهای جالبی بود که شهرام کرد و من یه مصاحبه هم باهاش دارم که ازش سوال کردم که آیا واقعا آگاهانه این شعر مولانا رو انتخاب کردی، که گفت آره. و در اون زمان انتخاب این شعر جرم بود، ببخشید، یعنی شهامت میخواست. به هر حال خب اینجا اون وقت چیکار کردی؟ اینجا اومدی امریکا؟ اینجا آمدیم و کار تئاتر رو شروع کردم
اول فکر کردم که شاید بشه یک بیزنسی غیر از کار تئاتر داشت که کفش‌های ورزشی بفروشیم و آنچه که داشتیم گذاشتیم روش و رفت بگذاریم اصلا. و بعد تلویزیون‌ها جون گرفتن و تلویزیون برنامه‌های اون موقع برنامه‌ها یک ساعته بود. برنامه خودم رو درست کردم تلویزیون بله هفته یک بار به اسم تلویزیون شهر فرنگ و اون تلویزیون و تو همون تلویزیون در عرض یک ساعت هم خبر داشتیم هم سریال داشتیم هم موسیقی داشتیم و هم آگهی داشتیم و آمد تا یواش یواش تلویزیون ها ماهواره آمد و قبل از این که ماهواره های تجارتی بیاد اینها آقای دکتر کامبیز محمودی از من دعوت کرد که یک از طریق ماهواره روی ایران یک برنامه اجرا می شد که من تمام برنامه هاشو تولید می کردم و بعدها به خاطر مسائل سیاسی اون تعطیل شد. بعدش ماهواره ها را افتاد و دونه دونه دیگه تلویزیون ها 24 ساعته شد و اما در همون موقعی که یک ساعته بود یه زیبایی ویژه خودش رو داشت. برای که همه چیز لغت نقلی رو به کار نبرم ولی جمع و جور و ریزه و زیبا و اینها 4 ساعت تلفن رو بذار نه حرف بزن نه نبود نه. الان همین برنامه نگاه پرویز کاردان رو که میبینید شاید در عرض یک هفته من 6 یا 7 روزش رو با دقت قسمت ها رو چیز میکنم انتخاب میکنم که مردم نه فقط خسته نشن بلکه یک ارتباطی هم با هموطنانمون داشته باشیم. اینم بگم قبل از اینکه شما ادامه بدین ایمیل هایی که از داخل ایران دارم تمام خستگی ما رفع میکنه و بسیار ممنونم از مردمی که برنامه های ایران فردا رو نگاه میکنن چون راجع به برنامه های دیگه هم تو ایمیل ها برای من میفرستن چرا این کارو کرد اون چرا اینو گفتم فلان. اولا من به همه ایمیل ها جواب میدم شاید یک برای اینکه لذت میبرم و گاهی اوقاتم در برنامه یادی میکنم از دوستانی که ایمیل فرستادن بعدم خوراک برام میفرستن و میاد و خوشحالم در زمانه هستیم که این همه دنیا کوچیک شده که میتونیم به راحتی با هم ارتباط برقرار. یه بیننده ما سید مهداد رضوی که نظر عنایتی هم به اهالی ولایت فقیه داره و قم و غیره و غیره این تمام برنامه رو مینویسه تمام برنامه برای تمام دونه دونم هر هفته بله. یه مطلب میذاره. بعد یادم هست پرویز که شروع کرده بود در یکی از برنامه‌هاش یکی از این آخوندها رو میذاشت اینا بعد این آقای سید مهداد یه نامه نوشته بود در توش نوشته بود پرویز جان تو هم جهنمی شدی. اتفاقا بهش جواب دادم و خودم بهش ایمیل یه ایمیل دیگه هم فرستاد بعدم هر دونه فرستاد جواب تندی بهش نوشتم و بهش هم گفتم که اشتباه نکنید من بین کسانی که در ایران به نام مذهب دارن حکومت میکنن و مردم رو به این روز انداختن با خود مذهب مشکل ندارم باهاش. من همیشه میگم مذهب سر جاشه ولی یک آدمی که به اسم داعش میگه من مسلمانم اون یک چیز دیگه است. من نمیام اسلام رو با داعش قاطی کنم. بگذاریم 100%. خب این نکته رو براتون بگم اون وقتی که لندن بود پرویز دختر نازنینش با پسرای من مدرسه رستم میرفت کلاس فارسی میخوندم فارسی می حالا مردانی شدن و دختر پرویزم دادستان رو اتورنی جنرال شد و ماشاءالله خیلی دیگه مرسی. یعنی ثمره آمدن تو برای دخترت خیلی خوب مرسی. و یک اخیران هم ازدواج کرد و در کنار اقیانوس هم خانه گرفتن و امیدوارم دفعه دیگه پرویز رو میبینم لذت‌های پدر بزرگ شدن مثل من رو این درک کرده باشه. تشکر. خیلی خب نگاهی که به اوضاع احوالات ایران میکنی اولا دلم خیلی میخواد نظرتو راجع به سریال ها در ایران بدونم. نگاهت به سریال سازی و سریال چیه در ایران؟ ببینید الان اولا توی این 30 ساله‌ای که
یا 40 ساله، من میگم دنیا به اندازه 3000 سال پیشرفت کرده. امروز امکانات فنی با زمان ما از زمین تا آسمون فرق میکنه و امکانات فنی بسیار شده، ارتباط مردم با جهان بسیار ساده شده. و اگر یک روزی من که شیرازی بودم و عاشق این بودم که همه حافظا رو داشته باشم و ده ها جلد حافظ، حالا به راحتی میرم روی کامپیوتر و میفهمم که حافظ انجوی این شعر رو چطور گفته، حافظ غنی گفته و حافظ فلان. بگذاریم، یعنی کارها از این نظر هم راحت شده هم به نوعی مسئولیت ها بهتر شده. الان در تلویزیون جمهوری اسلامی سریال های بسیار ساخته میشه و در خارج از تلویزیون هم سریال مثل شهرزاد ساخته میشه. اما همه اینا دست و پاشون بسته است، همه اینا گرفتار مقررات این حکومت دیکتاتوری هستند، به ویژه در مورد بازیگران صحبت هایی که باید بشه و جدای زن و مرد. من در برنامه هم گفتم مرد میخواد زن رو حتی بزنه یک کتاب برمیداره که مبادا، یا مثلا مادر داره میمیره بچه شق نداره بره. در فیلم مسافران مال بهرام بیضایی اینا با هم نامزد بودن، خود بهرام یه جا گفتش که این داماد طبقه بالا بود، عروس طبقه پایین، با همدیگه صحبت‌های عاشقانه رو رد و بدل کردن که مبادا مثلا دستی به همدیگه بخوره. خانم‌ها باید با لباس کامل اسلامی بخوابن، صبح که از خواب بلند میشن باید تا اینجا، حتی قید و بندی که در فیلم‌ها و در سریال‌ها هست، حتی در خیابان ها دیگه زن ها ماشاءالله روسری ها رو بالا کردن، ولی در این برنامه ها که برای دولت تهیه میشه حجاب، حتی در این سریالی که در مورد پادشاه ساختن خانواده سلطنتی ایران هم چه حجابی داشتن تا اینجا و کلاه به دردشون به دادشون رسید. ولی من فکر میکنم تو سریال شهرزاد فتحی یه ابتکاراتی زد، یعنی رنگ زمانه قصه رو با لباس ها و آرایش انطباق داد. به همین دلیل اونجا اگر زنی با کلاه بود قابل قبول بود، درسته، چون تصاویر اون زمان رو که می دیدیم. برای من فکر کنم تو شهرزاد شاید تا حدی این توفیق رو آقای فتحی ببینید. شهرزاد من خیال می کنم که جلوه بزرگش به خاطر علی نصیریان بود و در قسمت اول با بازی درخشانش که همیشه علی، من خودم ده ها نمایشنامه تلویزیونی چند تا صحنه با علی بازی کردم، علی نصیریان، و علی نصیریان در افتتاح تالار 25 شهریور که الان اسم شده تالار سنگلج، نمایشنامه من رو کارگردانی کرد و آورد و امیر ارسلان. اون موقع من انگلیس بودم، هرگز اجرای نمایش رو ندیدم. عجب ندیدی خودت؟ ندیدم. و برحال نمایشنامه من امیر ارسلان رو که نوشته بودم روی سنت تخت حوزی نوشته بودم و عزت الله انتظامی چه نقش زیبایی در اون بازی کرد و بسیاری از خانم ها جعفر والی و دیگر بازیگران خوب در اون بازی کرده بودن. اون موقع من در انگلیس بودم برای کار تلویزیون، دوره تلویزیون رو میدیدم و مدرسه تلویزیون، و تنها فهمیدم که با استقبال بسیار مواجه شده. بلکه یک روز آقای علیشی زایدی اون موقع سفیر بود، گفت یه نفر شما یک نامه داری در سفارت خونه. رفتم دیدم، برام آوردن، نامه آقای هویدا نخست وزیر بود که از من تجلیل کرده بود به خاطر نوشتن این نمایشنامه، یادش بخیر. و هویدا هم آدمی بود که شاید خیلی دلم میخواد یک مستندی در مورد هویدا بسازم. کارت راجع فردوس خیلی خوب بود. به نظر من اون کار، این همه فردوس نقش پررنگی داره و در یک سایه سار گم شده، ولی تو رفتی کشیدیش بیرون. بله، و خیلی روش کار کردم و با خیلی ها مصاحبه کردم و هنوز هم فردوس مرموزه. هنوز هم به درستی نمیشه او رو شناخت. و آقای ثابتی که از بزرگان سازمانه بود، من باهاش ساعتها صحبت کردم، یک چیزهایی راجع به خانواده فردوس میگفت و وسواسی که این مرد داشت و کاراش، که البته
نباید در اون مستند گنجانده میشد، بلکه خیلی خصوصی بود. ولی همونم زندگیش هم مرموز بود. دقیقا همتون، دقیقا فردوس یک آدم عجیبی بود، نقش بروتوس رو در تاریخ ایران عهده داشت. بله بله. خب حالا برگردیم باز به بیرون، اینجا یه مقدار کار تئاتر کردی و بعدم توی تلویزیون های ماهواره ای و بعدم مدیر یک تلویزیون شدی. بله، تلویزیون که الانم وجود داره و اندیشه من افتتاحش کردم و درستش کردم و یاد میکنم و از دوست خوبمون کسی که سرمایه گذاری کرد نادر درمانی عاشقانه این تلویزیون رو ادامه دادیم و خیلی کار سنگینی. بله بله. و تلویزیون آمد و بعدها، اما روش تلویزیون من یه مدتی کنار بودم. در اون مدت ماجرای سبز در ایران اتفاق افتاد، بسیاری از تلویزیون‌ها یک دفعه جنبش ببخشید یک دفعه این ماجرا همه چی عوض شد و متاسفانه خیلی ها ناامید شدن و اون موقع و واقعی بود برای خودش جنبش سبز. بگذاریم، بعدها دو مرتبه تلویزیون من مدیر شدم، آمدم تا همین یک سال پیشم بودم که تلویزیون رو آقای درمانی منتقل کردن به کسی دیگری و من هم اونجا خداحافظی کردم و آمدم. تجربه‌ای که توی خارج از کشور با همین میدیای تلویزیون داری، حالا راجع مطبوعات و رادیو نمیگم، تلویزیون، آیا واقعاً این استنباط و برداشت رو داری که ما ایرانی ها معنای آزادی بیان رو فهمیدیم؟ آیا فهمیدیم که در یه محیط که سانسور اعمال نمیشه از یه طرف دچار خودسانسوری نشیم، از یه طرف زیاده روی نکنیم، یعنی معیارها و ضوابط رو رعایت کنیم که تو همه جناحان، به این رسیدی با همکارانی که داشتی؟ بله. ببینید، اولا یک بدبینی در مورد ایرانی ها هست که اولا همیشه فکر میکنن زیر کاسه یه نیم کاسه است و همیشه اولا ما ایرانی ها همیشه فکر میکنیم که چراغ سبز رو باید کشورهای غربی برای ما روشن بکنن، چیز بسیار بدآموزی که داریم که در مجالس محافل هم که میشینیم که دل میبندیم به انتخابات آمریکا و گاهی اوقات هم موقع انتخابات آمریکا نوع اظهار نظر میکنیم مثل که انتخابات ایرانه که اگر این بشه اینطوری میشه از این بشه بگذاریم. هنوز هم بسیاری از ایرانی ها به معنای واقعی دموکراسی رو نمیشناسن. من یادم موقعی که برنامه یک ساعته روی کیبل داشتم و برنامه ها رو خودم ادیت میکردم و 10 دقیقه مونده، 1 ربع مونده به پخش بشه میبردم به کیبل میدادم و پخش میکردم. یه موقع یک نفر از ایران اومده بود منزل ما مهمان بود، با هم کارمون تمام کردیم و گفتم ببریم با هم بدیم. گفت کسی اینو نمیبینه؟ گفتم نه. گفت ممکنه تو الان به یه نفر مثلا به رئیس جمهور بد و بیرا گفته باشی؟ گفتم گفته باشم، اشکالی نداره، چه بدی نگفت. گفت بالاخره چطور ممکنه آخه تو هرچی دلت بخواد توی نوار بگی و بعد بدی پخش کنن؟ گفتم ببین، اینجا آمریکاست، قوانینی داره که ما این قوانین رو قبلا هممون خوندیم و میدونیم، قوانین FCC. من میدونم که نباید چه نوع آگاهی ما اونجا داریم، آفکام. بله بله، شما اونجا هم دارین. بله. بعد و من خودم برای که تلویزیون اداره میکردم تمامش رو میخوندم، حتی گاهی اوقات مجبور میشدم مثلا به بعضی از پزشکام توصیه کنم که لطف کنین حق ندارین دارو توصیه کنم. بله. بله. و حق ندارین بگین که خیلی خیلی بله. و یک پزشکی بود که میگفت من توصیه میکنم همه روزی یک آسپرین بخورن. آمدم موقع ضبطش برنامهشو قطع کردم، گفتم ببین هستن کسانی که با آسپرین حساسیت دارن. بعدم شما بگو با نظر پزشک دینا. گفت برای من تکلیف معلوم میکنه. گفتم من برای شغل خودم تکلیف معلوم میکنم، نه شما. بگذاریم. بله. خب بله، میگفتید راجع به همین آزادی و میزان برداشتتون از اینکه ماها چقدر درکش رو داریم. ببینید، ما ایرانی قوانینی داره در مورد روزنامه، یعنی ببخشید آمریکا قوانینی داره در مورد
تمام وسایل ارتباطی جمع. اولا شما اگر بخواید در آمریکا الان یک رستوران راه بندازین، شاید چند ماه طول میکشه تا شهرداری به شما اجازه بده، بعد میان میبینن که یخچالاتون چجوریه، دودکش ها چجوریه، شما چه آتیشی به پا میکنی و غیره و پارکینگ و اینا. ولی در آمریکا شما هر آن دلت بخواد میتونی یک برنامه تلویزیون داشته باشی، میتونی صبح یک نشریه چاپ بکنی و میتونی یک رادیو راه بندازی. هیچ کس حق نداره بیاد به شما بگه که شما، میگم حتی امتیازم نمیخواد، ولی شما هم باید اون وقتی زیر رعایت کنی. بعد اون وقت ما قوانی نیست که فرقی نمیکنه با تلویزیون اندیشه من، با کانال هفت آمریکا که معتبرترین کانال جهانی است، قانون برای من و اون یکیه. خب و من میدونم که مثلا خیلی ها تعجب میکنن که مثلا آگهی آبجو، کسی حق نداره بخوره آبجو، بله. میتونه دستش بگیره، خیلی هم آهنگ بخونه، رب برقصه، با مایو باشه، هر چیزی، ولی نمیتونه، یه قانونی داره برای خودش. یا مثلا سیگار که ورداشتن، سیگار که اصلا ورداشتن، حتی مثلا برای ورق بازی آگهی کردن قوانین داره، یا حتی کازینوها، بله، بله. اون زیر باید بنویسن که اگر معتاد بودین باید به این شماره ریز نوشته شده باشه. بگذاریم، به هر حال ببینید دموکراسی اعانت به اشخاص او اصلا کاملا، ببینید دموکراسی یعنی کشوری در پناه قوانین مترقی، یعنی برای هر چیز قانون مترقی باشه. این میشه دموکراسی، بی‌بندوبالی نیست که هر کسی بیاد هر کاری بکنه. و ولی ما هموطنانمون سوء استفاده کردن، یعنی من میبینم مثلا تلویزیونی هست که تمام ادبیاتش فوش خواهر و مادره. خب متاسفانه شما متاسفانه این سوء استفاده از آزادیه، بله. و یه ادم خوششون میاد چون بس که استبداد کشیدن فکر میکنه این آزادی یعنی این، ولی اینجا ضوابط داره خیلی، بله. محکم بسیار. و به تو بگم که ما اینجا روزنامه نگاری داشتیم که به کسی توهین کرده بود، وکیل گرفت شکایت کردن، به زندان رفت به خاطرش، و به خاطر اینکه یه وکیل توهین کرده بود و به زندان رفته. نه، آمریکا قوانین خودشو داره. حالا ما با زبان دیگه سوء استفاده میکنیم، یا بعدها میگیم که حالا ما پول وکیل نداریم شکایت کنیم و غیره و غیره. خودمون اول باید درست شیم و استفاده بکنیم از این دموکراسی که در آمریکا و در اروپا و در بسیاری از کشورها هست. در حال من که تو این زمانی که با پرویز همکار شدیم مستقیم در ایران فردا، واقعا دلبسته و عاشق اخلاق و تعاملش و رفتارش و منشش شد. یه سوالی ازت دارم جانب. چقدر خودت از برنامه راضی هستی و از ایران فردا؟ آیا ایران فردا اون میدانی رو که به دنبالش هستی برات فراهم کرده با اون اودینسی که میخوای؟ من ایران فردا رو که قبل از این که همکاری بکنم باید به شما بگم بسیار از برنامه‌هاشو نمی‌دیدم، فقط برنامه شما رو می‌دیدم. بعدهایی که آمدم همکاری بکنم، اول نشستم تمام برنامه‌ها رو دنبال کردم. من چند برنامه هنری دارید که من عاشق اون برنامه هستم. خب برنامه‌هایی که هنر رو دنبال می‌کنه، سینما رو دنبال می‌کنه، نقاشی رو دنبال می‌کنه و به ویژه هنر جدید رو دنبال می‌کنه و ما رو آگاه می‌کنه با دنیای هنر، و مجریان بسیار خوبی هم داره و من می‌دونم چه زحمتی می‌کشن برای اینکه بتونن این کارا رو بکنن. برنامه‌های سیاسی دارین که این برنامه‌های سیاسی بدون اینکه تندروی بکنه و مردم رو آگاه می‌کنه. خود من هم سعی میکنم در برنامه هم همین گونه باشم. آنچه که مهمه در ایران فردا تنوع برنامه هایی است که وجود داره. کار ساده ای نیست. آدم هایی رو پیدا کردن با اون امکانات محدود. با اون امکانات محدودی که میاد. یادمون باشه گاهی اوقات ما میریم به هالیوود تو یکی از این استودیوهای آمریکایی، حیرت میکنیم که ما چه نوع استودیویی داریم و اینها چه دارن. اما مهم نیست. امروز ما ایرانی ها با همین استودیوهای کوچکمون، امکانات محدودمون مثل ایران فردا کارهامون رو انجام میدیم. حالا خبر باید خبر باشه، حالا روی میز 100,000 دلاری باشه یا روی میز 50 دلاری باشه، خبر رو باید درست کاملا نمیتونه. بعد پرویز جان توی
یه طرحایی هم داری اگر بله. دلت میخواد عنوان بکنیم برنامه‌ای که برای هموطنان ما در نظر گرفتیم برای ایران فردا. ببینید من برنامه ها رو فکر میکنم که تا موقعی که درست نشه و آماده پخش برای اینکه هر آن امکان داره که تغییراتی درش داده بشه. ولی بهتون میگم پرویز دو سه تا برنامه فوق العاده خوب در تدارکشه که همینجا هم با هم صحبت کردیم و من مطمئنم شما اونا رو خوشتون خواهد اومد. فقط آرزو کنیم امکاناتی پیدا کنیم که یه روز دوباره پرویز بتونه یه سریال بسازه با امکانات خوبش، و البته این منوط به همیاری و همدلی هموطنان. بسیار ممنونم پرویز، خواهش میکنم، قربان شما، لذت بردم از مصاحبت با تو. بعد از سالها با هم نشستیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا به همراه پرویز کاردان عزیز همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. قربان شما.